ایرانی از هیچ آزادی بهره‌مند نیست. و همونطور که شما فرمودید، ما نجوای این رو میشنویم که گروهی از ایرانیان داخل و خارج از کشور، حتی باز با ادعای فرهیختگی، حامی در واقع تهاجم‌های نظامی به ایران هستند برای بازیافتن آزادی. ولی صرف نظر از اینکه بخوایم احساساتی عمل کنیم نسبت به این گونه افکار یا این گونه حمایت‌ها و نظرها، باید به این نکته منطقی توجه بکنیم که تاریخ به ما نشون داده که کسانی که بیگانه با اسلحه وارد سرزمینمون شدن، چیزی جز گلوله و خون و کشتار نیاوردند. اون چه که راه واقعی آزادی رو و واقعی آزادی اجتماعی رو برای ما به عنوان ایرانی در سرزمینمون، چه در داخل مرزها چه در خارج مرزها، هموار میکنه و ممکن میکنه آزاد مردی، نیک مردی و آزاد اندیشی با اتصال مستقیم و بیچون چرا به فرهنگ اساطیری ایرانی است. تا چنین مهمی اتفاق نیفته و ایرانی با درایت خودش شبکه سازی فرهنگی نکنه، خودسازی نکنه، هر تغییر و تحول ظاهری که در نظام حکومتی اتفاق بیفته، چه با زور اسلحه، چه با زور تحریم، چه با زور سیاست، دیر پا نخواهد بود و چون بستر محکمی نداره، چون ساختمان بلندی هست که بر ساحل شنی بنا نهاده شده، هیچ کسی نمیتونه آسمان خراش بزرگی رو بر ساحل شنی بدون پایه‌های استوار و سترک بنا کنه. فرهنگ پایه و اساس هر کرامت انسانی است، از جمله آزادی اجتماعی. تا زمانی که ما بستر فردی و اجتماعیمون چون شن، گسسته، سست، بیپایه و شکننده هست، هیچ تغییر ظاهری منجر به آسایش و سعادتمندی ما به عنوان ایرانی نخواهد شد. شما می‌فرمایید که عکس‌العمل‌های مختلفی میتونین در ایام ضیق، تنگنا و بحران نشون بدیم، یا به صورت شعار یا به صورت عمل، ولیکن بایستی یک آگاهی پیدا بکنیم به این که ریشه مشکل چی بوده و بعد از اون در راه حلش سعی بکنیم که استقصات، یعنی پایه ها رو محکم بکنیم. و اگر من درست شما رو درک کرده باشم، فرهنگ رو شما اساره تمام فعالیت ها میبینید. فرهنگ یعنی چی؟ میدونم همه این رو استفاده میکنن، ولی آیا فرهنگ یعنی مدرنیزه؟ فرهنگ یعنی افتخار کردن به گذشته؟ فرهنگ آیا مقصودانه که سنت ها رو ادامه بدیم؟ شما وقتی میگویید فرهنگ، آیا مفهوم فرهنگی که ما 200 سال قبل داشتیم، 300 سال قبل داشتیم، با امروز که جهان یک دهکده کوچکی بیش نیست، آیا نبایستی عواملی که فرهنگ ساز رو که واقعا ما رو به مدرنیته حقیقی میرسونه، از اون عواملی که به ظاهر فرهنگی و روشنگری هست ولی چیزی غیر از تقلید، غیر از تنقید،
نبوده و نیست. اگه من بخوام همه اینایی رو که شما فرمودی و بنده عرض کردم، ما بخوایم در دنیای فعلی که ایران هم جزء خانواده جهانیه، ببینین یه اشکال بزرگ اینه که آمریکا میخواد خودش رو حفظ کنه، ایران میخواد خودش رو حفظ کنه. این حرکت علی جان فرهنگ طبیعی نیست دیگه، چون عالم انسانی با هم متحده. آیا فرهنگی رو که شما صحبت میکنی، آیا ما داریم نمونه های اجزایی، یا شما اینقدر شجاعت دارین که بگین مقصود من از فرهنگی نیست که هر چیزی که در گذشته بوده بدون نقصه، شجاعت ما اینه که تفکرات انتقادی نشون بدیم نسبت به اون چیزی که داشتیم و وضعیت فعلی رو بفهمیم و مطابق اون یک تناسبی رو ایجاد کنیم؟ بفرمایید. خدمت شما عرض کنم که فرهنگ انسانی، فرهنگ ایرانی به هم دیگه مرتبطن. اگه بخوایم از یک استعاره استفاده کنم، فرهنگ انسانی رو در نگاه بزرگ و کلان میشه به یک جنگل شبیه دانست که در این جنگل درختان متفاوتی هستند و اون فرهنگ های قومی هر کدومشون یکی از اون درختان هستند. شباهت میان یک زندگی یک درخت و یک فرهنگ بسیار به هم شبیهه. درخت ریشه در خاک داره، سه برابر یا چهار برابر حداقل بیشتر از قامتش که به آسمان رجوع کرده. پس اون ریشه هایی که در دل زمین و در که ناپیدا نیست نفوذ کرده، گذشته ما هست. هیچ فرهنگی بدون گذشته نمیتونه زیست کنه. اون ریشه های عمیقی که بسیار بلندتر از قامت برآمده درخت سر به آسمان کشیده هست، درخت رو تغذیه میکنه، سبب پایداری درخت میشه، سبب رسیدن مواد غذایی و آب به برگ‌ها و شاخه‌ها میشه. اما این درخت بدون زیستن در لحظه، بدون کنش و برهم کنش با آب و خاک و نور که در لحظه اتفاق میفته، ساختن برگ های نو، ساختن شاخه های نو، تنومند کردن قامت این درخت، هرچی که در زمان پیش میره قادر به حیات نیست. درخت خشک و بیبرگ که زنده نیست و در لحظه جاری نیست و رشد نمیکنه و خشکیده، آخر سر یا آتش میگیره یا تبر به اون میزنن، وگرنه بر درخت تر کسی تبر نمیزند. فرهنگ یک خاصیتی داره که شبیه درخته و اون با سازی دائمی و بی نهایت هستش در لحظه، که از آنچه که در فصلها، آنچه که در روزها، آنچه که در زمان اتفاق میفته خودش رو سازگار میکنه، ولی ریشه های خودش رو فراموش نمیکنه، از اون ریشه ها تغذیه میکنه، ولی اون ریشه ها همه هویت درخت نیستن، گذشته ما همه هویت ما نیستن، در لحظه ساخته میشه.